دوباره خوش آمدید. ادامه برنامه آغاز روز است. موضوعی که رویان بس می داشته باشیم در رابطه با مخالفت اتحادیه اروپا با تغییر قدرت به گونه فوری در افغانستان. معاون اتحادیه اروپا تاکید می ورزد که طرفدار هیچ تغییر قدرت به گونه فوری نیست. در این مورد بیشتر صحبت می داشته باشیم با آقای دکتر حکمت الله حکمت، آگاه امور سیاسی از سوئیس. آقای حکمت سلام، وقتتان بخیر، خوش آمدید به برنامه. روز شما بخیر. سلامت باشین. آقای حکمت، نظر شما را هم در رابطه با مخالفت اتحادیه اروپا با تغییر قدرت به گونه فوری در افغانستان می داشته باشیم. این مخالفتشان چقدر می تونه که بجا باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما، بر همکاران شما و بیننده های خوب شما. بعد از بکار آمدن اداره جو بایدن، مناسبات اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا از باور و یک اعتماد متقابل بیشتری برخوردار هستند، خصوصا سفر اخیری را که وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا آنتونی بلینکن به اروپا داشتند. اکثریت از مشکلاتی که در دوران اداره آقای ترامپ بین اروپایی ها در چوکات ناتو، در چوکات تعهدات اقتصادی و سیاسیشان وجود داشتند، آنها برطرف شدند، فضای اعتماد بین آنها بیشتر شدند. دلیلی که اتحادیه اروپا در مورد افغانستان موقف خودشان دارن، اتحادیه اروپا از زاویه منافع ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله تاثیرات جنگ و تاثیرات تداوم جنگ در افغانستان بالای خودشان، از جمله اگه به طور نمونه بگویم پروسه مهاجرین و صدها هزار مهاجری که همین اکنون در کشورهای اروپایی منتظر هستند که باید پس دوباره به افغانستان اعزام شوند و پروسهشان بسته شوند. بنابراین گفته میتونیم که در کل اروپا فعلا در سیاست امریکا با امریکایی ها در مورد افغانستان هم فکر و هم نظر هستند، با این تفاوت که اروپایی ها تغییر فوری و تغییر جبری را نمی پذیرند یا در این مورد ملحوظات خودشان را دارند. دلیل اروپایی هایی هستند که بعد از 20 سال سرمایه گذاری که در افغانستان صورت گرفتند، اینها نمیتونن جوابگو باشن در مقابل مردم خودشان، در مقابل جامعه مدنی خودشان که چرا چنین یک عقب نشینی صورت گرفتن. ولی با باور ما اروپایی ها در عین وقت برای حکومت افغانستان هم یه سیگنال رساندن که تغییر حتمی هستن، ولی تغییر باید به اساس تفاهم باشن، نه به اساس جبر، نه به اساس یک شکل کودتایی و یا شکلی که حداقل دستاوردهای عمده 20 ساله افغانستان زیر سوال برده شوند و یا هم از بین برن. درست. بینی آقای حکمت، هدف مخالفت اتحادیه اروپا از طرح زودهنگام ریاست جمهوری انتخابات هست فکر میکنید؟ با باور ما که اروپایی هایی را درک میکنن که در شرایط فعلی افغانستان که از یک سو جنگ جریان دارن، از طرف دیگه بی‌اعتمادی بین سیاسیون، حکومت در داخل حکومت، بین حکومت و مخالفین حکومت آن قدر هستند که فضا برای یک انتخابات آزاد و دموکراتیک وجود ندارند. بناً تغییر سیاسی با فرمول مشارکت ملی و همشمول که در طرح ایالات متحده امریکا وجود دارند رای حل بهتر هستند. اروپایی ها هم این را درک میکنند، ولی اروپایی ها از چیزی که اندیشه دارند ویستند که در سیستم سیاسی و نظامی آینده افغانستان نباید اصل انتخاب و یا حق رای شهروند از بین برند، بلکه باید بر جا باشند، هر شکلی که باشن، به شکل انتخابات جمهوری باشن یا به شکل دیگه ایشان باشن. همین نکته هستن که اروپایی هایی را به حیث یک ارزش قبول میکنن، همینطور که در کشورهای خودشان این را قبول دارن، در سایر کشورهای جهان هم برای پاپشاری دارن و این را میخواین که در توافق آینده سیاسی افغانستان این باشن که هر زعیم، هر زحمتی که مین بر سر قدرت باید از طریق انتخاب مردم یا به شکل مستقیم و یا به شکل غیر مستقیم باشن، به شکل میراثی و یا هم به شکل تغییرات نظامی. یعنی فکر میکنید که این گونه مخالفت ها و پافشاری ها بتونه تاثیرات خود را داشته باشه بالای آقای غنی، آنچنان طرح زود هنگام انتخابات را که پیشنهاد کرده قرار است در نشست استانبول این طرح را یادآوری کنن و پیشنهاد کنن؟
در مورد این طرح برای دکتر سب اشرف غنی برای حکومت به طور جدی تا جایی که ما معلومات داریم هم از طرف ایالات متحده امریکا هم از طرف جامعه اروپایی گفته شدند. ممکن استند در نشست آن قریبی که در قطر صورت میگیرند بین ترکیه، ایالات متحده امریکا و ملل متحد باز هم این نقطه وانمود شوند که انتخابات فعلی، انتخابات زود هنگام راه حل شده نمیتونن و نمیتونن بانند. در قدم اولی که شما میبینید در داخل نظام یک اکثریت مطلق فعلا انتخابات به حیث یک راه حل نمیپذیرند، یعنی اشتراک نمیکنند. دو انتخابات اخیر را، خصوصا انتخابات اخیر ریاست جمهوری را شما دیدیم که مردم هم باور ندارند بر سیستم انتخاباتی، بر شکل انتخابات و بر شفافیت انتخابات. بنابراین یک راه معقول نیستن، بلکه یک راه هستند که پروسه صلح افغانستان که در طرح جدید ایالات متحده امریکا مورد تایید جامعه جهانی از جمله ترویکا در مسکو صورت گرفتن و در فعلا با اساس معلوماتی که ما دارم 16 اپریل در استانبول باید چنین یک توافق صورت بگیرن، این رای حل نیستن. و دکتر سب اشرف غنی شما دیدین که در دوشنبه از موقف خود کاملا عقب نشینی کردن و ممکن است در روزهای نزدیک شما ببینیم که طرح کاملا مردود شون. انتخابات به حیث اصل در آینده افغانستان بله، ولی انتخابات برای فعلا تای 3 ماه 6 ماه این انتخابات نیستن، بلکه یک سبوتاژ پروسه صلح افغانستان هستن و از این با باور ما که اروپایی هم یه را درک کردن میخواییم که از این جلوگیری شوند. درست. آقای حکمت، آنچنان شما هم در اوایل یادآوری کردین که یک تفاوت دیدگاه وجود داره بین سیاسیون و حکومت افغانستان، بخصوص در قسمتی که آقای رئیس جمهور طرح زود هنگام انتخابات را پیشنهاد کرده و زی طرح یادآوری میکنه و بعضی از سیاسیون چراغ سبز در قسمت حکومت موقت نشان دادن. فکر میکنین با این دیدگاه های متفاوتی که وجود داره باید دیده که میشه یک اجماع داخلی در کشور وجود نداره، با این دید ما بتانیم بریم به تاریخی که تعیین شده تا حال 16 اپریل نشست استانبول برگزار میشه، با این دیده متفاوت بریم به طرف نشست استانبول؟ با اساس معلومات ما دوبار برای حکومت سیاسیون و آنانی که طرحهای جداگانه را ترتیب کردن بر نشست ترکیه گوشزاد شدن که شما نمیتونین با 7-8 طرح در استانبول کسایی باشین که شما را بشنون و یا طرح شما را مطالعه کنن. طرح شما مردود هستن، طرح جنبش طرح نیستن، طرح حزب اسلامی طرح نیستن، طرح ارگ و سپیدار طرح نیستن. اینا باید به حیث یک جهت قضیه، جهت جمهوریت، یک طرح بسیار ساده که بیشتر از 6 مواد نداشته باشن توافق کنن، برن بر سر از اجماع داشته باشن و او طرح هم کاملا در توافق با محتوای نامه آقای بلینکن به رئیس جمهوری افغانستان و در مورد طرح ایالات متحده امریکا باید مغایرت نداشته باشن. در غیر این جهت نه تنهایی که شنیده نخواهد شد، بلکه در نظر خواهیم از اینا در آینده ممکن پرسان نشوند. شما میفهمین که اکثریت سیاسیون امروزی در نتیجه تغییراتی که در اکتبر 2001 به وجود آمدن از طرف ایالات متحده امریکا و متحدینشان به حیث اقایون، سیاسیون و کسایی که امروز خود اینو آن می نامن، اینا کسایی نیستن که از بین مردم برخواسته باشن، توده مردم در عقب خود داشته باشن و بگوین که ما بالاخره این طرح را می خواهیم که عملی شون، برای اینکه 1 میلیون، 2 میلیون، 10 میلیون مردم افغانستان یه را خواهان هستن. بنابراین باور ما هستن که اگر این طرف قضیه که طرف جمهوریت هستن می خواهیم که در ترکیه، در نشست ترکیه حداقل اینا شنیده شوند، حرفشان مورد مطالعه قرار بگیرن، باید با یک طرح توافق پیش برن، کاری را که هنوزم وقت دارن ولی وقتشان بسیار کم است. هدف پیشنهاد طرح برگزاری زود هنگام انتخابات از طرف آقای غنی به نظرتان چی هست؟ چرا هدفشان چی بوده از پیشنهاد این طرح؟ ببینید اولین بار که این موضوع را طرح کردن در اونجا روشنی کامل وجود نداشتن. وقتی که فشارها زیاد شدن دکتر سب اشرف غنی انتخابات به حیث یکی از راه حلها پیشنهاد کردن. دیروز شما آقای محب شنیدین که گفتن که دکتر سب اشرف غنی در انتخابات آینده نمیخواین خود کاندید کنن.
ولی شما فکر کنین که اگر امروز ما انتخابات برگزار کنیم یا 3 ماه یا 6 ماه بعد، آیا در فضای فعلی سیاسی و نظامی که جنگ جریان دارن میتونیم ما انتخابات واقعا دموکراتیک و انتخابات با ارزش داشته باشیم؟ نمیتونیم داشته باشیم. بناهن واقعیتی هستن، منطقی هستن که شما باید در قدم اول حل سیاسی قضیه را، توافق بر سر حاکمیت، اصلاح نظام و بالاخره تشکیل آینده یک حاکمیت مشارکتی را که ماموریت موقت داشته باشند و در آینده یه حکومت رولی نداشته باشند در سیاست و در نظام افغانستان، یه را باید بررسی کنین تا که شما به این فرمول توافق نرسین، شما نمیتونین انتخابات داشته باشین. بنان انتخابات در واقع یک شعار بودن برای از این که 2 سال حاکمیت دکتر طب اشرف غنی تداوم پیدا کنن. فعلا جامعه بین المللی به طور قطعی به این توافق رسیدن که دکتر طب اشرف غنی باید از حاکمیت کنار برن. یه حکومت فعلی کارانی هستن. در ترویکا در مسکو اینایی گپ تایید کردن. پاکستان یه را میخواین. ایران قسما یه را میخواین. جامعه بین المللی یه را میخواین. بناهن حالت فعلا به نفع طرح ایالات متحده آمریکا در نشست ترکیه وجود دارن و ما انتظار از این را داریم که به شکل مسالمت آمیز ما شاهد یک تغییر سیاسی باشیم، نه کودتایی. ولی انتخابات ممکن است بعد از 2 سال، ممکن است بعد از 1.5 سال، بعد از 3 سال واقعا انتخابات باشند که هر کس به اساس محبوبیت و رای مردم بتانن جایگاه خود در جامعه و در سیاست افغانستان داشته باشند. درست آقای حکمت، شما در اول یادآوری کردین که در شست استانبول البته حرفوی یا طرحوی شنیده خواهد شد، زیادتر شاید طرحها مردود خواهد بود. یعنی از نظر شما فکر میکنین که در نشست استانبول موضوعاتی که روی آن بحث خواهد شد کدام موضوعات خواهد بود؟ در نشست استانبول ممکن است که بر سر جزئیات آنقدر بحث نشوند، برای اینکه شما میفهمید که قضیه افغانستان آنقدر مغلق است که اگر شما بعد داخلیش مطالعه کنین، ده ها عنصر، ده ها شخصیت، ده ها سازمان، ده ها گروه جنگی در اینجا زینف راستند. هر کدامشان باید تحلیل شوند، موقفشان دیده شوند. اگر به سطح منطقه برین، شما کشورهایی را دارین، سازمانهایی را دارین که منافع متضاد در افغانستان دارن. اونها را باید مورد مطالعه قرار بدین. آن چیزی که در استانبول مورد بحث قرار خواهند گرفت و یک توافق کلی به او بر سرشان خواهد حاصل شدن، و ایستن که شما در کل توافق میکنیم که قضیه افغانستان راه حلشان نظامی نیستن، سیاسی هستن و از راه دیپلماتیک باید کار صورت گیرن. بناهن برای از اینکه شما این مورد مورد تایید و عملی قرار بتین، شما باید یا با آتش بس برین و یا به شکل قطعی حالت جنگی فعلی را حدش پایین بیارین. دوم یکی شما باید توافق کنین که نظام آینده افغانستان باید با اساس توافق جانبین چه گونه نظام باشند. هر دو جهت میخواین که این نظام نظام اسلامی باشند، ولی با همزمان با نظام که باید اسلامی باشند، باید مردم سالاری حق شهروندی کشور زیر پا نشوند. پس در کل میتونیم بگوییم که در استانبول بر سر کلیات یک توافق حاصل میشن، یک کلیات ممکن هستند چند موارد باشن و بر جزئیاتشان میکانیزم های مختلف تحت اداره و نظارت ملل متحد ایجاد میشن که این پروسه را تعقیب کنن. این پروسه ممکن است تا ختم جنگ در این کشور چندین سال در بر بگیرن. برای اینکه شما در جنگ منافع افراد و اشخاص و گروه ها و کشورها را دارین که هر کدام اینا جواب گوز. شما تروریسم بین المللی را دارین که در جنگ افغانستان دستی بالا دارن، دستی اونها باید قطع شوند. کشورهایی که ایره حمایت میکنن باید برای اونها قناعت داده شوند که دیگه افراد بیرونی رو نفرستن در افغانستان تا کشورهای همسایه و دیگه کشورها رو تهدید کنن. بناهن توافق کلی در استانبول صورت میگیرن و تعقیبشان در قطر هستن، در کشورهای دیگه هستن. ممکن است این پروسه با اساس همون میکانیزم سیاسی و تشکیلاتی که ایجاد میشن چندین ماه را در بر بگیرن تا ما با یک توافق نهایی در داخل کشور یا در یک لوی جرگه یا در یک نشست دیگه مردمی داشته باشیم که مورد تایید قرار بگیره.
درست. نشست استانبول را آقای حکمت چگونه ارزیابی میکنین با دیدگاه های متفاوتی که وجود داره؟ حال طرح هست برگزاری انتخابات زود هنگام گفته میشه از طرف رئیس جمهور و بعضی از سیاسیون چراغ سبز به خاطر حکومت موقت نشان میتن و همچنان بحث هایی از آتش بس هم گفته شده. آنچه شما یادآوری کردین که موضوعات در نشست استانبول یادآوری خواهد شد که توافق کلی در نشست موضوعات خواهد بود. یعنی فکر میکنین که با این دیدگاه متفاوتی که وجود داره نشست استانبول بتونه سرنوشت ساز، آنچنان که سرنوشت ساز گفته شده، واقعا سرنوشت ساز باشه برای افغانستان و نتیجه مثبت داشته باشه برای مردم افغانستان که طی 40 سال جنگ و وحشت تجربه کردن و دیگه انتظار از این را دارن که بعدی حالت تغییر پیدا کنن. استانبول یک تغییر تاریخی در سرنوشت ملت با عظمت ولی رنج دیده هستند. ملتی که هرگز جنگ نخواستند ولی جنگ بالایشان تحمیل شدند. ملتی که هرگز از هم جدا نبودند، از هم جدایش ساختند به نام قوم و فرقه و مذهب و زبان و سمت و این و آن. بالاخره نشست استانبول در واقعیت تغییر سیاست ابرقدرت های جهان هستند که ما داریم از این سیاست حمایت میکنیم. بناهن بدون تعقیب پروسه قطر، بدون نشست استانبول، بدون تایید و حمایت از سیاست جدید ایالات متحده امریکا که سیاست سرمایه گذاری در اقتصاد و سیاست افغانستان هستند، نه در جنگ افغانستان، چیز دیگری را مردم افغانستان نمی بینند. بناهن استانبول یک شروع تاریخی برای ختم جنگ 40 ساله این ملت مظلوم و بیچاره هستند، ولی آخرین روز ختم جنگ و برادرکشی نخواهد بود. برای از اینکه این روز موافقانه آغاز شوند و تداومشان هر چیز زودتر باید ما شاهدشان باشیم. ما باید به استانبول به اساس یک توافق کلی در داخل جامعه با برای میز مذاکره با طالبا در حضور داشت ملل متحد یک دیپلمات واقعا موفق جهانی این داشته باشیم. در غیر از این اگر شما استانبول را نفع میکنین به نام انتخابات یا به نام هر چیز دیگری، شما به جز جنگ انتخاب دیگری ندارین و این ملت قدرت ورداشت دیگه ادامه تداوم جنگ ندارن. ممکن است مردم دست به کار شوند، حالت سومی را به بار برن که او حرکت مدنی استن، حرکت مدنی سرتاسری میلیونی که نه برای هر دو طرف جنگ، برای طالب و حکومت بگوین و حالت جدید ایستن که شما باید یک اداره را از افراد غیر وابسته، از افراد و اشخاصی که تا 40 سال تفنگ نورداشتن، برادر خود نکشتن، شهر خود ویران نکردن، مکتب در ندادن و تا 40 سال مزدور همسایه نبودن، مزدور قدرت های اشغالگر نبودن. این تو افراد در جامعه در داخل افغانستان در بیرون بی نهایت زیاد هستند. با اونا باید موقع داده شوند تا که اونا همین دوره موقت اداره کنند، افغانستان به یک افغانستان بدون تفنگ بدون زور برسنند، بعد از اون برای ملت موقع بدن که ملت انتخاب کنند چه کسی را انتخاب میکنند. ما باور دارم که در قریه دوردست هلمند دارن مردم برای طالب رای میده، مگر در کابل بر یک معلم بر یک مامور رای بتن. همین حق از مردم افغانستان، از یک شهروند افغانستان نباید جامعه بین المللی نباید نشست استانبول بگیرن، بلکه این حق برای مردم بتن. ولی تا یک مدت باید ما شاهد یک اداره باشیم که در اوجا مردم صاحب صلح باشن و در مورد آینده نظام، در مورد سیاست، در مورد اقتصاد، در مورد مناسبات منطقوی و جهانیشان خود مردم افغانستان تصمیم بگیرن. درست. آقای حکمت، تاریخ برگزاری نشست استانبول هم به تاریخ 16 اپریل گفته شده، اما آقای محب میگه که آجندا، زمان و فهرست شرکت کنندگان نشست استانبول تا حال نهایی نشده. با توجه به حرفای آقای محب و تاریخی که تعیین شده در قسمت برگزاری نشست استانبول، فکر میکنیم ما بتانیم بریم به طرف استانبول، نشست استانبول، آنچنانه که آقای محب گفته تا حال آجندا، زمان و فهرست شرکت کنندگان نهایی نشده؟ تاریخ 16 در نشست ایالات متحده امریکا، ملل متحد و ترکیه در قطر
تا حدی که ما معلومات دارم نهایی شدن که تاریخ 16 اپریل 27 ماهی جاری هستند. ولی با یعنی فکر میکنین تغییرات هم بیاید در این تاریخ؟ چنان چی میگه در اوایل در 12 اپریل گفته شده بود، به حال تغییر کرد به 16 اپریل. فکر میکنین حال هم تغییرات به وجود بیاید در قسمت برگزاری نشست در استانبول؟ بله ممکن هستن. تاریخی که قبلا تعیین شده بودن تغییر کردن. یکی خو آقای جان ارلوند به مرض کووید 19 مبتلا شدن، اونا ضرورت داشتن که باید صحت یاب شدن، فعلا میگه صحتشان خوب هستن، قدرت کار دارن. دومی که طالبا پاپشاری داشتن که در ماه مبارک رمضان یک کار ممکن نیستن، ولی طالبا مورد انتقاد قرار گرفتن. ما سرشان صدا کردیم که چطور شما میتونین در ماه مبارک رمضان بیادرتان بکشین جنگ ادامه بدین ولی در استانبول نمیتونین نشست کنین؟ یا اصلا منطق نیستن. بالاخره طالبا هم عقب نشینی کردن از این موقف خود. ممکن است تاریخ تغییر کنن، ولی تاریخ اگر یک روز دو روز یک هفته تغییر میکنن یه مشکل نیستن. میفهمین برای یک چنین یک نشستی بزرگ و تاریخی لوجستیک ضرورت هستن، گروه ها و کشورهایی که دعوت میشن اونا رو باید کنات بتین که با چه اجندا بیاین. مهم نیستن که فعلا جامعه بین المللی و افغان ها و منطقه برای توافق حاصل کردن که یک نشست تاریخی به حیث یک آغاز خوب در استانبول ضرورت هستند و ادامه ایشان باید در کشورهای دیگه باشند. جای تاسوپی هستند که حکومت افغانستان همیشه دنبال رو بودن، با حوادث نتانستن سیاست خود حرکت خود عیار کنن. تا جایی که ما خبر دارم طرح استانبول، اجندای استانبول با اکثریت جوانب دخل منطقوی بین المللی حتی با تحریک طالبا شریک ساخته شدن. اینکه ارگ اخیرین مرجعی هستن که باید شریک شون، به خاطر از هستن که ارگ دارن در برابر این پروسه و در خود در برابر پروسه صلح سنگ اندازی میکنن. به این خاطر هم سری از اعتماد کم هستن. ممکن هستن که بر اینا وقتی ایر اعلان کنن که جامعه بین المللی امریکایی ها ایر لازم بیدن. درست. آقای حکمت، شما در اوایل یادآوری کردین که حتی یک اجماع بین حکومت و سیاسیون هم با وجود نیامده و دیدگاه های متفاوت هم وجود دارد در بین از اینها. به نظر شما چی باید شوه که به یک دید واحد هم حکومت افغانستان و هم سیاسیون برسن و بریم به طرف نشست ترکیه؟ با کمال تاسف که ما در اکتبر 2001 اجماع ملی را از بین بردیم، موقع ندادیم که این مردم این ملت با هم یک جا شوند. این سیاست غلط ایالات متحده امریکا و جامعه جهانی و منطقه بودند. در دوران آقای کرزی ما یک اجماع نسبی داشتیم ولی اجماع حقیقی هرگز نداشتیم. هر تنظیم، هر قدرتمند میخواست ثروتمند شوند، غصب کنند و بالاخره خودشان شهنشاه منطقه و محیط خودشان باشند. مردم عزیز افغانستان فعلا هم در گروگان قدرتمندان و تفنگداران هستند. در دوران دکتر صاحب اشرف غنی به طور آگاهانه همین اجماع نسبی که وجود داشتن از بین رفت. مردم تقسیم شدن، مردم بالای یک دیگه خود به اعتبار شدن، توطئه و دسیسه در کار بودن. همی فعلا شما در کابل اگر سیاسیون رو ببینین، سیاسیون با هم توافق ندارن، در حالی که اکثریت از همی سیاسیون احزاب راستی مذهبی هستند که در دوران جنگ سرد به خاطر یک هدف قد اندام کردن. در حکومت یگانگی وجود ندارن. سپیدار یک سیاست را دنبال میکنن در قضیه افغانستان و ارگ سیاست دیگر را دنبال میکنن. همین تو با همین قسم برین، اگر حتی جامعه مدنی را با کمال تاسف که در نتیجه دخالت حکومت تقسیم کردن، جنبش خانم ها را، جنبش زنان را نگذاشتن که به شکل واقعی شکل بگیرن که در پروسه صلح افغانستان صدای رسا داشته باشند. همه توطئه و دسیسه هایی هستند که حکومت دکتر صاحب اشرف غنی تا 7 سال به کار انداختن و در این روزا هم دارن از همه وسیله بد در مقابل مردم، در مقابل یگانگی ما استفاده میکنن. وقتی از این رسیدن که ما برای 4-5 نفر 10 نفری صادر شده از بیرون جواب بتیم، بگویم که ما به حیث یک ملت، به حیث یک سرزمینی که هزارها سال با هم زندگی کردیم، برادر رو با هم هموطن بودیم، اجازه بدین که پیش بریم. شما از هر جایی که آمدین، هر برنامه‌ای که داشتین، برنامه تان عملی کردن نتانستین، شما را ما میخواییم رخصت بدیم و ما در به دربار خداوند دستای خود بلند میکنیم که هرچی زودتر آنانی که ما را به یگانگی و به وحدت نمیمانند از این سرزمین گم شوند، تا ما به حیث یک ملت، به حیث یک ملت سرفراز که در برابر خداوند بزرگ
قربانی دادیم برای ارزش های ملی خود با هم یکی شویم و صاحب صلح شویم. در غیر از این طرف قضیه که به نام جمهوریت هستند، تحت پوشش حکومت هستند، در پروسه استانبول ممکن هستند که به نهایت به ارزش و بدون از اینکه به حرفشان احترام قائل شوند، دست خالی از یک فیصله کلی از اونجا برگردند. درست، تشکر، سلامت باشین. سپاس از حضورتان در برنامه. آقای دکتر حکمت الله حکمت، آگاه امور سیاسی، ممنونتان. روز خوش داشته باشید. سلامت باشین. بعد از یک میان برنامه دوباره برمیگردیم.